یعنی اینا اعتینا کل کوثر. این آیه مبارکه زمان نازل میشه و که پیغمبر ما در داخل غم و اندوه هست، فرزنداشون از دنیا میگذرن. اون زمان آبرو عزت و مقام و مرتبت انسان ها در بچه داری میدونستن، حالی هم همین هست، اما بچه داری در میدونن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون زمان فرزندای نوزنینشان و بچه‌هاشون از دست دادن، طاهر و قاسم و ابراهیم. اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم در طعنه زدن که محمد ابتر شده. محمد چی شده؟ ابتر شده. ابتر اصلا چی را میگن؟ دنبوریده یک انسانی که در این دنیا اکنون بی‌صاحبه. عرب هم را چی میگفتن؟ ابتر. یعنی بعدی وی او فرزند نداره که دینی وی پیش بره. اونها گمان میکردن که پیغمبری این پادشاهی هست. او زمانه یهودیت و او زمانه مسیحیت و او زمانه مشرک ها گمان میکردن که پیغمبری چی هست؟ پادشاهی هست. 11 سوره در مکه آمد. ایزا زلزله سر کردگی و العادیات آمدگی القارعه، بعد آمدگی سوره تکاثر. تکاثر ریشه کلمش ای کثره، کوثر هم ریشه کلمش ای چیه؟ ای کثره. هر دی اینا یه معنی دارم. تکاثر به معنای تفاخر، آدمایی که در اوج فخر بدن، همی خل در فخر منبنی بدن که ای فخر و منبنیشون خدا رو فراموش کردن. حتی مرده هاشون حساب میکنن در فخر که در قواریسا ما این خمرده داریم. به درجه شد چنان فخر فروشی کردن که همین فخر فروشیشان اونها را به پررگی از طاعت خدا دور کرد. به درجه در فخر رسیدن که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردن به بی‌صحبی رسوندن که این بی‌صحبی هست. سوره تکاثر این سوره ها آمد ای کسر، معنی سوره کوثر هم ای کسر خیر زیاد. در تکاثر فخر زیاد، همین خیلی فخر فروختن، فخر فروختن که همین به پررگی ای فخر و منمنی خیالی کردن که همین دنیای تمام هیچی نیست و بر دروغ های دیگه هم باش. همین مردم فخر فروش و مردم فخر کننده و منمنی کننده در همین دنیا زیادن هم خیلی، گمان میکنن که تمام او دنیا هیچی نیست. اما پروردگار خاطر حبیبش جمع میکنه، اما خداوند پیغمبرش خاطرش به درجه جمع میکنه که رسول نوزنین اسلام صلی الله علیه و سلم خداوند به یک زندگی و برنامه نو پیشنهاد میکنه که اگه زندگی نو ببینید حبیب من این زندگی چیه. اونا فخر کردن، پیغمبر را طعنه زدن، چی گپوی نگفتن در حق رسول ما. خداوند وعده میکنه که اینا اعطینا کل کوثر، سوره نازل میشه. پیغمبر من تر اکنون به دیگه حیات وعده میتیم. اون حیات چیه؟ حیات کوثر. اینا اعطینا کل کوثر، من برای تو اکنون حیات کوثر دادم. حیات کوثر چیه؟ حیاتی که منحت میبندن به سر میشه، اما حیات فخر و منمنی منح میبندن تمام میشه. خوشا به حال آدمی که به حیات کوثر باور داشته باشه. اون حیات کوثر چه حیاتی؟ حیاتی که اکنون میمونن تو را در لحظه سر میشوه. خداوند پیغمبرش به همین حیات وعده میتیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکنون این حیات وصف میکنن. این حیات چیه؟ میگه حوزی، حوزی که خدا من دا وعده داده. شما وقتی میمری و میری، شما اکنون این حوض منه بیاد بیاره که دوبار برای شما سراب کرده میشود. یکمش در قیامت های، دویمش در بهشت، هر روز جمعه شما دا میتینه این حوض. نام این حوض چی های؟ کوثر. نام این حوض چی بده های؟ کوثر. حوض مسیرت شهری، حوض من از این پره ساحلش به این پره ساحلش اسبی تیزده و یک ماه میدوه نمیرسم. این حوض خدا وعده میتی عبیبی مبا. به بچهش گفتن، به صاحبش میگن،
فخر فروشی میکنن، تن فروشیش میکنن، همین قدر پیامبر مرغامتیان پیامبر نوزنین خدا خاطر چه جمع میکنه که اینا عطینا کل کوثر، زیغ نشو اکنون، این دنیا ده نه، من در تو حیات بعد این دنیا را اکنون وعده میتیم. بعد این دنیایی که ما زندگی داریم، حیات اجتماعی، این هیچ نه در پیش آخره. حوزی من، مسیرش، ساحلش، این بر به این برش به اندازه یک ماه اسمرانه میرسه. و آنیته که عدد نجومی، همین خل در اطراف این غلمان خدمتگارای هستن، در پدناس ها آنیه انم خل بکل و قده ها را ماندگی هن، این ستاره های دنیا برابر دی این ها رقم زده نمی شود. ای ستاره های این آسمان انا همون قده و استکان های اطراف او زیادن، در دست کی هن؟ در دست خدمتگارای بیشت. و آنیته که عدد نجومی، انا همون پیاله ها، انا همون استکان هاش، انا همون قده هاش، ای تمامی ستاره هایی که شما در آسمان میبینی ایوه زیاده. جناب پیغمبر میگم اگه خدا وعدش میته پیغمبر میبینه. بعضی روایت ها ده میگن شبه که رسول اکرم به دنیا میبیا، مادرشان حامله میگیره، خودش توخه بوده مادرشان موشم، یکی درد حامله میگیره، هیچ کس نبوده، همون شب خودش تنها خواب بوده مادرشان در خونه شان. وقتی تنها خواب بودن ده که درد حامله میگیره، دیگه جمیده نمیتونن، صدا بلند میشوه، میگه از آسمان مرغای خمیدن که منقار نولاشون ای تیلا بود، پرهاشون میگه ای زبرجد بود، انخه یک نو سنگای قیمت، قدماشون ای یاقوت بود، همین خیل ای آسمان خمیده، اینو ملائک الهی بدن، در دستاشون قده بدن، همین شو مادری رسول اکرم از همین آب نوشوندن، از آبی چی؟ آبی کوثر. همون شب میگه من دا آوردن، میگه مادرشون، روایت ابن سعده که میگه در قده ها ایمون آوردن، من دا آوردن، میگه از همون نوشوندن، از همون آب، میگه همون آب نوشید، میگه من دیگه درد حس نکردم، زمان آمد به دنیا عالم آرا. همون شب میگه جناب پیغمبر ایمان به دنیا آمد، یکی از کوثر اولین بار مادرش نشونده بودیم که همین خیل به دنیا آمد که من یگان نوعی چرکینی لوث افلاسی در تولدی ندیدم. میگه همین خیل به دنیا آمد یگان چرکینی نیست، همین خیل میگه سرما زدگی، اسما باری کشیدگی، قاشوش به بیخ گوشه، میگه مادرزاد ختنه سوره، نافش بریدگی، همین خیل به دنیا آمده، میگه نگاه میکنی یک نور در بالاش فواره میزنه، این حیاتی کوثره. همون شب به دنیا آمد، میگه زمان آمد به دنیا عالم آرا، زنوری وجه او قصرها هویدا. همین خیل میگه آمد به دنیا، همین خیل نور درخشید که تمام قصرهای مکرمو شب دیدم. ایروشنی جناب پیغمبر، یگون چی نیست، افلاسی نیست، غجدی نیست، همین خیل میگه سرما کشیدگی، اسما کشیدگی، همین خیل زیبوهای میگه که خودم حیران شدم در میکودم، خودم حیران شدم. اما شان صفیه دویده میبیایه که خبر میرسونن که آمینه زایده، همون شب یک قطر از آبی چی خورد کوثر. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا آمد، صفیه امشون میگه آمدم یک سبد بود، درنی سبد پش موندگی بود، خس موندگی بود، چوب موندگی بود، گفتم خس و پشم و چوب میگیرم، اکنون از تگش دود میمونو، آزیرم عدت ها هستن دود میمونه اسپان، میگه گفتم اکه دودش میمونو، همین وقتی که دود موندنده شد، میگه که همین وقتی دود موندنده بود که همون دهنی سبد میگه از بالا غلطی در زمین زد، همین زمین در زد، میگه او تق گفتنی کلمه پیدا شد. چی کلمه؟ تق. خمان میگم که تق، عربا تق گفته چی میگن؟ بیز. عربا تق گفته چی میگن؟ ستاپ. بیز همون دهنی سبد میگه تق گفت، تقی گفته اگه میگه من حیران شدم، دوبار سه بار تق گفت که این کار در حق حبیب نکنی، این کارای اکنون بت پرستی و اجینه پرستی کار مانه، این دیگه انسان ها در زمین، از یک قطره آب کوثر. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که
این شب به دنیا آمدن از یک قطره آب کوثر. حوض من ساحلاش به اندازه ماه های اسب تزره و ماه میده و او برش رسیده میتونه. قده های او پیاله های او ای ستاره دنیا زیادن و آنیت ها که عدد نجومی و ما اوها آب این کوثر احلا من الاصل ای اصل شیرین های. جناب پیغمبر میگه پیغمبر اکنه غم میتین آزار میتین خدا وعدش میتین شب آبی او ای اصل شیرین های و ابیض من اللبنی ای شیر سفید های و ابرد من الثلج ای یخهای دنیا خنک های. کسی ایره یک خطرم بنوشکو حیات قیامت نمیفهمه چه میگذره. یک مراتبه در قیامت ما را مینوشان بیان خدا نصیب کنه. یک آدم یک قرط میزدی امتحان الهی چه میگذره نمیفهمی. چخیلی که آدم در می گرمی می بیا یا آبی خنوک که می نوشه راحت میکنه همون وقت انسان ها در می آدم خیر وزبین قیامت پروردگار امت رسول از آب کوثر سراب میکنه در روز. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که رئیس حوض کوثر ابو بکر صدیقه. رئیسش هر انسان به خودش هر انسان به خودش رئیس داره. رئیس حوض کوثر که بده صدیق اکبر او اجازت میداد ما می نوشیم خشوب حالش. این ناعت اینا کل کوثر پیغمبر موتر حیاتی بعدی مرگی دادیم بعدی مردن همه این قسم به خدا بعدی مردن های همه این بعدی مردن های همه سیراب از دریای رحمت. شیطان حدو طرف فرزنداش میگه وی این نفر به دنیا آمد که خدای ده حوض کوثر داده گید همه سیراب از دریای رحمت. اینا پگایم دریای رحمت می نوشن لبی ما خشک در روز قیامت. ما در نمی تیقتی نسل ما برای ما من شده اگه این کار میگم که شیطان چهره هاش خروشید که خدا برای پیغمبر حوض کوثر داده. قسمتی از علما میگن کوثر نسل پاکی سیدزاده ها هم. یک قسمتی کوثر کیا بدین؟ سیدزاده ها. امروز خاندان حضرت علی، خاندان عقیل اکشان، خاندان جعفر اکش اکی حضرت علی و خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم قطی ازواج مطهرات اینا ساداتان سیدزادان. کسی ایمی خاندان ها های اینها نسل رسول هم. اینها کوثر یک شاخه جای دنیا. امروز در این زمین سیدزاده ها میبینین نسل رسول الله هن اینا ایمی چشمه کوثر آب نوشیدگیم. مادرمون آمینه نوشید اینا آل رسول هن. امروز در دنیا چقدر سیدزاده هن عزت آبرو دارن. برای چی؟ برای اینا یک قطره آبی زمزم انمی یک قطره آبی کوثر در خون اینا هن. ولی پس مانده شکل روز قیامت هن. روز قیامت تمام امت پیغمبر سیدزاده هن ایمو می نوشن راحت میکنن تشنگی را ابدا نمی دیده. اینا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. این نعمت دادم ده حبیبم این نعمت دادم ده که این نعمت کوثر بین فصلی پس به من رو بیا. اینجا نماز به معنی چی بده؟ بیا من رو من قبی میگه خدایی و من میتیم همه چی را شما چون من نمی قبی حبیب شم میگه نوزن این که پیغمبری بزرگه این قدر پیغمبری نوزنی نه پیغمبری ای نوری و ای همه به دنیا اومده فصلی به من رو بیا من قبی درگم همه را ترک بیا من اقام من ترا پیش میبرم من ترا بلند میکنم من ترا عزت میتیم بسلی بیا رو بیا. بعد این رو آوردن چی میگه؟ وانحر شتر قربانی کن. چه قربانی کن؟ شتر قربانی کن. نحر اصلا شتر قربانی کردن میگه ذبح گاو گوسپند بوزه میگه همین نحر ای ذبح بلنده ای ذبح گفته سه حیوان میگن نحر گفته شتر میگن یعنی معنیش همینه که خیلی خیلی قربانی بزرگ کن خیلی خیلی دل سوزه برای قربانی و یعنی شکر کنیم که یکی از همین قربانی هایی که امروز ما میکنیم در این روزهای مبارک من در روز دهمی ماه ذوالحجه این به برکت کوثر هست که خدا ما را اهل کوثر گردونده ما امت کوثریم ما امت کوثریم پیغمبری ما کوثر های خیر دای در بین خیر پیغمبری ما فصلی رو بیار وانحر شتر قربانی کن
کوهانی کودانی شطور نه قدر حوض خونای همورا که میزنه خونش میرزه همورا عرب نهر میگه نهری او را بریزان به خاطر این برای چی انسان قربانی میکره به خدا نزدیک میشده یگان ثواب روز دهم ذوالحجه مثل ریزاندن خون در دره خدا نبوده امروز یگان چی ثواب نداشته حتی که جناب پیغمبر گفتن ای همین کارچه قطره خون قربانی ولی در زمین نرسیده خدا صاحب قربانی را گنوش همیز گره وان حر نحر کنه حتی که قوام الدین بخاری در امون فتواش می بیاره در امون خلاصه میگه اگر شما روز عید قربان در 30 تنگه یک بز و گوسفند خری قربانی کنی بعد قربانی عیدش گذره و تمام شوه دیگر روزی که در آن روز عید قربانی نیست قربانی نیست شما اگر 1000 تنگه در روی یک برزگاه خری برابر 30 تنگه ثواب نداره نزد خدا همون روز یکم دیم سیم که یک بز و گوسفند عادی میکشه شما برابر 10 ها برزگاه و چنی میگه ثواب نداره آن روز قطره او نزد خدا می روه بوی او خشای گناه همه ریزونه ای کارچه جدا نشده گناه همه ریزونه فصلی لی ربی که من حروبی و قربانی که این نشانی اکا او نفرانه که شرط موندن در شانی تو نه او خشان ابتران وان ببرکت وان نحس وان به عبرو وان به زریاد وان به معنی اونها به خبر بدن از این نسلی رسول که امروز نسلی پیغمبر چقدر بلند می شوند اینا چقدر اینا عبرو عزت نفهمیدن ما لعنتی ابو جهل و ابو لهب و آس ابن وائل و کعب ابن اشرف تحمد بستن که بچه هاش مردن ابتر شدن نه شمایه به نصیب شمای به عبرو هر کسی که سنت پیغمبر را پامول میکنه شریعت پیغمبر را پامول میکنه دین پیغمبر را پامول میکنه شوخی میفهمه حیات جناب پیغمبر قدی شریعت شقتی وای به ابتره وای هم فرزندم آسیب نیوائیل وای هم رنگ ابو جهل ابو لهب به نصیبه امروز زیاد ما آدم وای داریم که شریعت پیغمبری ما را مسخره میکنه کسی که اگر شریعت رسول الله قد بازی میکنه ویم در همه دنیا به صحیبه حیات بعد مرگ را خدا آباد کنه لحد خدا آباد کنه برزخ خدا آباد کنه قیامت خدا آباد کنه ما را بهشت جاویدانه بره از اون دو جایی که حوض کوثر می نوشیده یعنی یکی از اونها در صحرای قیامت بده یک تش روزای جمعه در بهشت بده او خدا بنصیب کنه او یک قطره آب کوثر هم مادرمون آمینه نوشید رسول الله به دنیا آمد تمام سیدزاده های دنیا بهرمند از حوض کوثر هم اگر خواهی که کوثر یابی صحبت سیدزاده ها دروشین از صحبت یوا با برکت شو از دعای اونا را گیر عزت و عبرو دهی درگاه این نشانی اکه هو الابتر آخران میدهک ترین سوره قرآن سوره نعته اینا این میده های به حد معنی کلان داره ولی ما یک فایی زیرم گفته نتونستیم و برکت قربانی اینم یک نتیجه خاندان کوثر هست خاندان کوثر خاندان رسول الله هست امتای پیغمبر هم کوثر اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت الرؤوف الرحیم